یه سوالی که شاید این سوال رو شما هم شنیده باشین سوالی است که خیلی ساده مطرح میشه ولی اگه آدم بخواد این سوال رو جواب بده تقریبا گرفتار میشه علتش هم اینه که سوال سوال درستی نیست منتها گاهی ما سوال رو برانداز نمی ارزیابی نمی کنیم، به سرعت پاسخ میدیم پاسخهایی هم داریم پاسخها هم درسته اما اون کسی که شاید مقابل ماست یه مقدار مثلا اناد میورزه و نمیخواد بپذیره اون سوال اینه که یه کتابی که مثلا حدود 1400 سال پیش آمده و به دنبال اون یه دینی که مال 1400 سال پیشه و در کنار اون یه شریعتی که برای اعراب آمده اونم اعراب جاهلی و یه احکامی که با جزئیاتی که آمده مربوط به اون گروه و اون زمانه این چگونه میخواهد حاکم شود بر همه زمانها جمله زمانی که ما درش هستیم این دین چگونه میتواند پاسخگو باشد چگونه میتواند نیاز یک جوان امروزی را با این چیزهای جدیدی که بالاخره فراهم شده چجوری میتونه برای این نسل امروز ما حرف برای زدن داشته باشه این دین ما وقتی که مثلا نظر میکنیم میبینیم مثلا آیات روایات اون توضیحاتی که دادن اون تفسیرهایی که کردن همه مال اون زمانه خلاصه مطلب سوال اینه دین 1400 سال پیش قرآن 1400 سال پیش به چه درد نسل امروز میخوره این سوال رو ما گاهی به شیوه های پاسخ میدیم مثلا میایم اسرار احکامی که ما اونها رو در رساله عملی داریم اونها رو تحقیق علمی میکنیم و پاسخ میدیم گاهی موقع ها مثلا از مسائل حقوقی اسلام نمونه میآوریم در اینکه چقدر متعالی است و نسبت به قوانین دیگری که الان وضع شده حتی در کشورهایی که پیشرفته نامیده میشن اینها چقدر متعالی است اما من این نکته ای رو عرض کردم این سوال یه مشکلی در درون خودش داره اول باید مشکل سوال رو حل کنیم، شاید اگه مشکل سوال رو حل کردید دیگه نیازی به پاسخ نداشته باشید شاید این سوال در واقع از یک بدفهمی از یه اطلاعات غلط یا ناقصه که در واقع سر باز کرده از اونجاست که سر زده شاید اینطوریه خدای متعال که دین اسلام رو مرحمت کردن برای مردم فرستادن و منت نهادند بر ما پیانبر رو فرستادن ببینید خدای متعال از اون اول گفت گفت این پیغمبر پیغمبر همگان است برای همیشه و این دین تمام و کمال است برای همیشه الیوم اکمل لکم دینکم و اتمم تو علیکم نعمتی ما بحث در این آیه رو نمیخوام الان ببریم سر قدیر میخوام سر یه چیز دیگه بگیم خدای من گفته دین امروز کامل شده دیگه نقص نداره هیچ چیزی دیگه کم بود نداره همه چیش روشنه شما اگر دیدین جمعیت مسلمانان ریختن تو سر و کله هم میزنن در, ف... در فهم قرآن و فهم شریعت و فهم سنت و فهم احکام بر نمیگردی میگین آیه پس چی بود فرستادی خدا الیوم اکمل لکم دینکم ما که صبح تا شب داریم تو سر و کله هم میزنیم این کمال دینه این تذکرات هم که بیشتر جنبه اخل... اخلاقی داره که کارساز نیست بگیم آقا این دعوه ها رو هوای نفس با اینو صحبت بکنید به اینا توصیه اخلاقی بکنید تقوا پیشه کنن مطلب درست میشه در طول این 1400 سال کسی دیگری رو به تقوا به آرامش به نمیدونم این که از خود رأیی نمیدونم کنار گیری کن هیچ کس این توصیه ها رو نکرده اب نداره عرصه هست بیان همین توصیه رو بکنن یه وحدت رویه پیدا کنن ببینن میتونن این الیوم اکمل تو لکم دینکم ببخشید این دین کامل کو این دینی که قرار بود تا ابد پاسخگو باشه به همه پاسخگو باشه این کو واقعی بحث کنیم ببینید این سوالیه که هر کسی که غیر مسلمان است با ما مواجه می شود از ما میپرسد میگه شما مسلمان ها ادعاتون اینه که قرآن همه چی توش هست دین شما برای همه چی حرف داره برای هر مشکل و مسئله که بین انسان ها هست در هر عصر و نسلی حرف داره برای زدن حکمی داره خب اب نداره خب چیز به این قشنگی به این گندگی به این کاملی کسی بخیل نیست خب بیاین ما استفاده کنیم جای شما پیدا کردین اینو این نبوده ما به دروغ ادعا کردیم یا بوده یا ادامون رو پس بگیریم اون کس که براش این سوال مطرح میشه این دین با این عظمتی که شما مطرح میکنید آخه چرا پس اینقدر معطله چرا پس فقهای شما یه سری اختلاف ای دارن که هیچ در درون فرقم بازم با هم اختلاف دارن در استنباط پس شما به چی دارین دعوت میکنید ما رو و شما این سؤال رو میخواین جواب بدیم اگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله علی که از این دنیا اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرقی. که از این دنیا رفتن پیامبر دین و شریعتی بودند که دین کامل نعمت تمام برای همه انسان ها در همه اعصار تا ابد درسته این که با یه کتاب که کارش حل نمیشه که آخه کتاب که حرف نمیزنه که تو کتاب رو به حرف میداری تو میگی اینجا اینو گفته یکی دیگه میاد میگه چیز دیگه گفته فستنتقو ولن ینتقلکم بخواید که قرآن براتون حرف بزنه برای شما که حرف نمیزنه مشکل اینجاست خب اون اسلامی که قرار خب. بود معرفی بشه اون اسلام معرفی شد معرفی شد منتها شما تو اون معرفی آمدید معرفی رو خراب کردی خب بعد افتادیم به این شبهات معرفی دین اسلام چی بود حضرت فرمودن من دارم میرم دو تا چیز بینتون گذاشتم اینو همه نقل کردن کتاب الله که از جنس نوشته است البته به صورت نوشته از آسمان نیامده ها و اطرتی که موجود زنده است یه نفر بیاد بحث کنه که آقا یه موجود زنده آیا میتواند معصوم باشد پاسخگو باشد اون میشه بحث بعد تنها راه برای اینکه شما بتوانید در همه نسل ها در همه عصر ها برای همه انسان ها حرف بتونید بزنید مشکل بتونید حل کنید اینه که یک انسانی باید باشد او تول علم به اون علم داده شده که او پاسخگو باشد و شما مدل های دیگه تعبیه کنید با نوشته و با نمیدونم نوشته و شرحش و قرآن و علوم قرآنی و تفاسیر قرآن و لغت و شن نزول همه این کارها رو کردیم تا به امروز قرآن و روایت قرآن و چیزی که صحابی پیغمبر گفتن قرآن و همه رو به هم بپیچید 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 تش شما این پاسخگویی رو در نمیاری با حاکمیت و با زور و با شمشیر که نمیشه به فرق سر مردم زد که اسلام همینه که من میگم که گروهی تو دنیا دارن اینجور حرف میزنن که اسلام نشد که پیغمبر اکرم که این کار رو نکرد که ائمه هدا علیه السلام که اینگونه عمل نکردن امیر المؤمنین علیه السلام با اون کسانی که 25 سال حضرت خانه نشین کرد بعد از حاکمیت این کارو کرد نه عرض کردیم که این سوال که دین 1400 سال پیش به چه کار من آید دانستیم سوال غلط عزیزم این سوال رو از کسی بپرس که میگه اسلام یعنی پیغمبری که رفت و قرآنی که ماند اینو از اسلام تعریف کنه تعریف من از اسلام اینه پیامبری که رفت ولی دو چیز به سفارش خودش و به تأکید خودش گذاشت که هر آن که به این دو چیز مراجعه کرد محال است پاسخ نگرفته باشه دوستان عزیز برین خدمت علما ازشون بپرسید در روایات ما داریم که آمدن ائمه رو امتحان کنند یا افراد توی پیچیدگی موندن از امام سوال کردن یه سوالی که شاید به ذهن ما هم جوابش نیاد حضرت به سادگی جواب دادن با قرآن جواب دادن همه چی روشن رو شد